سلام، پنجشنبه 2 خرداد 92، 23 می 2013 میلادی در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای ستادش که به نظرم حرف‌های تاریخی باید محسوب بشه. او اشاره کرده اینها که هستن نمیدونن و نادانن و نمیدونن چه میکنن. اشاره کرده به اینکه گزارش تلخ وزیر بازرگانی و رئیس بانک مرکزی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بیان کردند که پول ها رو به چین منتقل کردند، چین گفته بعد به یوان تبدیل بشه و بعد کالا به جاش بده، حالا کالا هم نمیده، میگه هرچی من میگم ببرین. اشاره کرده آقای رفسنجانی که هند نفت ما رو ارزان میبره، روپیه هم حتی نمیده. اشاره کرده کشاورزی کوچیکی ما خودمون داریم با سم چینی نابود شده، حالا داروهای چینی با مردم چه میکنه. صحبت کرده از اینکه دولتی که 25% قرار افزایش حقوق بده و این منابع بودجه است که کسری وحشتناک داره از کجا میخواد بیاره. دولتی که بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بانک ها و پیمانکارا بدهکاره. ابراز نگرانی کرده آقای رفسنجانی از تجزیه کشور و اینکه قبل از انقلاب ایران، میگه خود ایشون میگه من خودم با ماشین رانندگی کردم همه اروپا، پاسپورت ایرانی، همه جا راحت رد میشدم، الان انقدر توهین میکنن که بعضیا حتی زنشون رو نمیبرن از ترس توهین ها و مسائلی از این دست. البته ایشون دعوت کرده به صبر، ولی ظاهرا آقای رفسنجانی گفته اعتراض هم نمیکنه، حاضرم نیست صحبت بکنه. گفته میشه آقای حسن روحانی و لاریجانی رفته بودند که بیاد به نفع آقای روحانی کنار بره و آقای رفسنجانی اصلا جلسه رو ترک کرده. به هر صورت این روزها در واقع قهر کرده. خانم زهرا مصطفوی دختر آقای خمینی هم نامه خطاب به آقای خامنه ای نوشته و گفته برای اولین بار بعد از 20 و چند سال، گفته همون جایی که آقای خمینی گفت آقای خامنه ای برای رهبری خوبه، گفت هاشمی هم برای رهبری خوبه و در واقع آقای هاشمی رو مطرح کرده که هم وزن و حتی بالاتر از آقای خامنه ای برای آقای خمینی مطرح بوده. حسن خمینی نوه آقای خمینی هم نامه ای نه خطاب به آقای خامنه ای بلکه به هاشمی رفسنجانی نوشته و در اون گفته از این پس نام هاشمی جاودان خواهد شد. اشاره کرده به موج اقبال مردم و اینکه نذاشتن در واقع اتفاقی بیفته. علی مطهری هم طعن آشکاری زده در گفته خودش و گفته اگر آقای خمینی هم ثبت نام میکرد رد صلاحیت میشد. به هر حال ستاد آقای هاشمی رفسنجانی هم رسما به کار خودش پایان داد. آقای احمدی نژاد هم عنوان کرده مشایی مظلوم واقع شد، ولی گفته من از طریق رهبری پیگیری میکنم و مقداری هم مداهنه کرده برای رهبری و گفته که کشوری که ولایت فقیه داره درش ظلم نمیشه و از این حرفایی که در واقع میشه گفت بیشتر به التماس شبیه. آقای جلیلی هم به قم رفته ولی به دیدار آقای مصباح یزدی نرفته. طرفدارای آقای جلیلی میگن که او نرفته و طرفدارای آقای مصباح میگن که آقای مصباح حاضر نشده او رو ببینه. به هر صورت یک کشمکش اینطوری هم هست. به نظر میرسه ماه عسل آقای مصباح یزدی با آقای خامنه ای هم تمام شده. روزنامه نیویورک تایمز مطلب جالبی رو مطرح کرده، گفته میگویند انقلاب فرزندان خودش رو میخوره، اما در ایران پدر خود را خورد. نکته دوم اینکه در جماران، همونطور که در خبرها اومده بود و گفته بودیم، یگان ویژه مستقر شده، نیروی امنیتی مستقر شده از روز سه‌شنبه و یک جو امنیتی ایجاد کردن. جماران منزل آقای رفسنجانی قرار داره و تعدادی از مقامات کشور و پیامک هم در پاره از نقاط تهران قطع شده. آقای احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی هم فهمده، نیروی انتظامی هم گفته ما مراقبیم هیچ حاشیه‌ای در انتخابات به وجود نیاد.
مسئله مناظره تلویزیونی کاندیداها هم منتفی شده و به نظر میرسه نقشه آقای خامنه ای برای هرچه بسته نگه داشتن فضا و سرد و بیروح به انتخابات رفتن در حال انجامه. سایت الف به درستی اعتراض شدیدی کرده به تایید صلاحیت آقای جلیلی و گفته او چه اهلیتی برای ریاست جمهوری داره، کسی که هیچ تجربه اجرایی نداره و چند تا مذاکره با خانم اشتون نمیتونه تجربه اجرایی محسوب بشه. نکته سوم اینکه در 7 رشته دانشگاه صنعتی اصفهان رشته های گرایش های مهندسی کشاورزی، منابع آب و منابع طبیعی، در رشته در کارشناسی ارشد پذیرش دختران متوقف شد و به این ترتیب راه رو بر دخترها در پاره رشته های دیگه هم مسدود کردند. در خصوص سنتریفوژ های جدید در نطنز هم دیپلمات های غربی اظهار نظر کردند و مقامات آژانس که ایران دست به نصب سنتریفوژ های جدید زد. نکته چهارم این که آقای جان کری وزیر خارجه امریکا مطرح کرده که جمهوری اسلامی در سوریه حضور داره و به حزب الله کمک میکنه، خودش هم مستقیم حضور داره تا با مخالفین بجنگن. خبرگزاری فرانسه هم از قول یک مقام امریکایی که نامش رو ذکر نکرده گفته که نیروهای ایرانی در قصیر در حال نبرد هستند با مخالفین. واشنگتن پست هم همین گزارش رو تایید کرده و نیویورک تایمز هم نوشته که نیروی قدس سپاه درگیره در سوریه و قاسم سلیمانی از اصائب الحق و کتائب حزب الله عراق هم استفاده کرده و اونها رو به سوریه آورده برای جنگیدن. اما نکته آخر این که آقای نقدی، سردار نقدی، فرمانده بسیج مطرح فرمودند که آمریکا از روی چاه‌های نفت کویت سر پا باقی مونده. ضمناً ایشون راجع به این داستان شورای نگهبان هم فرمودند که رأی شورای نگهبان حماسه سیاسی بود. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.